خب من الان تلت میتونم بکنم، SSH میتونم بکنم، از طریق وین باکس هم میتونم اتصال داشته باشم. دیگه چی؟ از طریق وب فیک هم دسترسی دارم. میخوام آقا دسترسی تحت وبم رو ببندم، یا وین باکس یا خدمت شما از کنم تلنت SSH. چیکار میکنم؟ میام روی آی پی بخش سرویسز و من نشون میده که آقا روی پورت 80 دسترسی وبش باز هست. وین باکس روی پورت 8291، این بارها سوال امتحان بین المللی بوده، پورت در واقع وین باکس چنده؟ 8291. تلنت روی 23 داره، SSH رو روی 22 داره. من روی این کلیک میکنم و روی این دکمه دیسیبل کلیک میکنم. حالا اگه برم روی مرورگرم، و این دفعه بزنم 192 168، مثلا من چند بودم؟ 11 1، و اینتر بزنم، وب فیگم رو بالا نمیاره، یعنی دسترسی تحت وب رو بست. سعی کنید همیشه وب فیگ دیوایستون رو غیر فعال کنید، دسترسیشو ببندید. اینم نکته دوم. اگه باز بکنم چجوریه؟ خب این روش کلیک کنم، دوباره روی این دکمه در واقع تیک کلیک بکنم، این دفعه بیا صفحه ما رفرش بکنم، ببینم که اومد. همیشه سعی میکنید وب فیگتون رو ببندید. این دوتا. نکته سوم، شما میتونید اینجا تعیین بکنید که به جای اینکه وب فیگ رو پورت پیشورز 80 بیاره، روی پورت 8081 بیاره. خب این دفعه من بگی بزنم مثلا 192 168 11 1، بازم بالا نمیاره. بله، اینم نکته سوم که آقا همیشه سعی بکنید سرویس هاتون و دسترسی به تجدیدتون رو از روی پورت های غیر از پورت های نامینال یا ول نون پورت ها باز بکنید. یعنی مثلا حتما بذارید روی پورت غیر از مثلا پورت های دیفالتش. بعدم بعدی میخوام همین کارو بکنم، میخوام تلنت به دیوایس بکنم. این دفعه شما انجام بدید. سناریو بعدی، میخوایم به دیوایسمون تلنت بکنیم، این دفعه به جای اینکه پورت پیشورزش باشه با یه پورت مثلا 2020 باشه. یالا، این تمرین شما. خب سناریوی ما چی بود؟ سناریوی ما اینه که روتر بورد من اتر دوش که روش آی پی 11.1 ست هست و از اون طرف وصل به پی سی من که آی پی 11.100 ست هست، من میتونستم به این تلنت بزنم، SSH بزنم، از طریق وین باکس دسترسی داشته باشم، از طریق وب فیگ دسترسی بهش داشته باشم. منتها من گفتم که تلنت رو ما رو پورت 23 دیوایسمون داشتیم، این رو بیا تغییر بده. چرا؟ چون همه ما میدونیم دیگه تلنت رو پورت 23 معمولا تعیزاد انیبل میکنم. برای اینکه یک فیچر امنیتی در واقع رام بکنیم و یه مقدار پالیسی های امنیتی رعایت بکنیم، میگیم آقا از اون حالت ولنانش تغییر بدیم به یک عددی که حالا تقریبا خودمون میدونیم. بله با استفاده از اسکنینگ مشخص میشه کدوم پورت بازه، ولی این به ما کمک میکنه که در واقع چی؟ به هر حال یه فیچر یا یه پالیسی امنیتی رو رعایت کرده باشیم. خب من چیکار میکنم؟ میام روی وین باکسم، روی تلنت اینجا کلیک میکنم، به جای اینکه 23 باشه گفتم 20 20، اپلای، اوکی. خب این دفعه اگر پوتی خودم رو بیارم بالا و بگم تلنت کن به 192 168 11 1، اگه بگم با 23 تلنت بکن، خب قطعا این سشن رو باز نمیکنه. میبینید دیگه، درسته ارور هم میده، ریفیوز کانکشن میده. اما اگه بگم که بیا روی 20 20 تلنت بکن به 192 168
11 1 2 3 و الان بس شد. اوکی، این فهمیدین چه اتفاقی افتاد دیگه. همیشه سعی بکنید تلنت خودتون رو از اون حالت پیش‌فرض عوض بکنید. اینم یه نکته دیگه.